سلام و عرض ادب خدمت دوستانی که دارن ملحق میشن به ما، دوستانی که میخوان ملحق به ما بشن چه فرصتی داشته باشن تا ملحق شن، و به محض اینکه آقای دکتر سرگذاری وضع شدن و بتونیم در خدمتشون باشیم و گفتگو رو شروع کنیم. سلام وقتتون خوش. من شما متشکرم. ممنون. با اجازه دوست ببندم که بله بهتر شما رو ببینیم. ممنون. من آخر گفتگویی که فرصتی هم میذاریم برای این که دوستان اگر سوالی داشت باشن. خب دکتر خیلی ممنون. من ذره نور رو تنظیم کنم، این ذره نور کم فکر کنم اینجا. باش. خب خیلی ممنون از دعوتتون آقای برامی عزیز. مرسی. سلامت باشید. ممنون از شما که همیشه لطف داشتید ما را. مرسی. ما منظورم زنده باشید. ما همیشه انرژی میگیریم از خدمتتون هم عرض کردم. مرسی. حتی مواردی که بود شما دخیل نبودید در پرونده و مشاهده کردید، جایی راهنمایی داشتیم، اصلا راهنمایی کردید، خودتون نکاتی پیشنهاد کردید. و همیشه از شما انرژی میگیریم واقعا واسه کار کردن. ممنونم. مرسی. ممنونم. این که دارید نسبت به خیلی چیزها، ولی اینکه همیشه پرتلاش و پرکار هستید میتونه ارزو خیلی خوبی باشه. خب جان دکتر، ما در ادامه صحبتی که با هم دیگه توی مجله در رابطه با همون پرونده‌ای که مزاحمتون شدیم و استفاده بردیم امشب در خدمتتون هستیم، و خب شما هم شما خیلی واضحاً در رابطه با بحث‌های روانشناسی صحبت کردید، روانشناسی زرد در اون گفتگویی که داشتیم، هم گفتگوی هفته پیش که با آقای کاوه بهبهانی داشتیم و از جهاتی هم شما باهاش همدل هستید در نظریه سلبریتی انتحاری، ایشون دقیقاً اشاره کردن که جنگ ما، یعنی جنگ کار روشن فکری توی فضای مجازی نه با امثال آقای تتلویی یا امثال هم باشه، بلکه با مثلا بنیادگرایی دینی هست، با روانشناسی زرد هست. و خب من خواستم که علاوه بر اینکه امتداد اون گفتگو رو داشته باشیم، خدمت شما باشیم که توی ذهن من نیومد کسی بهتر از شما بتونه. ممنونم. اگر اجازه بدید یا مایل باشید یک چند دقیقه در رابطه نکات و کلیدی که توی گفتگو با هم داشتیم شما یک فرمایشی داشته باشید، و بعد در امتدادش مشخصا کار روشنفکری در برابر روانشناسی زرد داشته باشیم. اگر که شما خودتون میخواین جمع‌بندی کنید یا من نکاتی که به نظرم مهم بود مخصوصا در رابطه با آرکیتایپ روشنفکران های دکتر و اینکه از نظر شما روشنفکر کیست، و اون مقاله هم دارید به نام آرکیتایپ روشنفکران و چند تا آرکیتایپ بعضا پارادوکسیکال برای روشنفکر تعریف میکنید، اگر در رابطه با اون توضیح بفرمایید بدن ممنون میشم. اول من وارد بحث روانشناسی زرد میشم، بعد وارد بحث روشنفکری میشم اگه اجازه میفرمایید. بعد بحث روانشناسی زرد رو که تموم کردم، شما در اون حوزه فرمایشاتی که دارید بفرمایید، بعد وارد بحث روشنفکری بشیم. ببینید، خود داستان این که به چه چیزی میگیم روانشناسی زرد، خودش یک داستانی که خب ما به اصطلاح ملاک‌های شمول و ملاک‌های رد قطعی نداریم. میشه گفت خود این عبارت روانشناسی زرد هم یک عبارت پوپولیستیه، یعنی خودش هم یک عبارت زرد میتونه محسوب بشه، به این خاطر که خب چون ملاک‌های شمول و ردی نداره و در نتیجه تعریف فنی و دقیقی نداره، هر کس میتونه با هر نظریه‌ای که یا با هر شخصی که مخالف باشه و اون شخص راجع به روانشناسی حرف میزنه بهش در واقع برچسب روانشناسی زرد رو بزنه. بنابراین من با خودم فکر کردم که خب به چه چیزهایی اصولاً، یعنی اصولاً که میگم یعنی عرفاً روانشناسی زرد اطلاق میشه. یکی دیدم که خب وقتی راجع به روانشناسی زرد صحبت میکنن، صحبت علم در مقابل شبه علم در روانشناسی. شما چیز دوربینتون خیلی بالا رفته، صورتتون رو من بریده میبینم، ببخشید. ارتباطمون فیس تو فیس نمیشد دیگه. عرض کنم که یه بحث علم و شبه علم در روانشناسی، یعنی ما فکر کنیم که خب آنچه که علم است و ساینس روانشناسی است، اون رو بگیم بدنه اصلی روانشناسی، اون چیزی که سودو ساینس هست یا شبه علم هست، اون رو اسمشو بذاریم در واقع خارج از بدنه آکادمیک روانشناسی،
و بعد به اون بس به در واقع تلقی بکنیم که این شبه علم. خب اگر ما اینجوری بخوام نگاه بکنیم، اون وقت بحث خیلی مهم و پایه این هست که راجع به این که علم چه تعریفی داره با هم دیگه به یک اجماعی برسیم. حالا من بر مبنای دیدگاه‌های پوزیتیویستی آگوست کونت و بعدم بر مبنای فلسفه علم کارل پوپر اگر بخوام تعریف کنم علم رو، علم ویژگیش این هست که در واقع آزمون پذیره و ابطال پذیره، یعنی گزاره‌هایی مطرح می‌کنه که این گزاره‌ها رو میشه به آزمایش درآورد و میشه اونها رو اگر در آزمایش سربلند بیرون نیان ابطالشون کرد و ردشون کرد. خب چه گزاره‌هایی میشه ویژگی‌های آزمون پذیر و ابطال پذیر رو داشته باشن؟ ویژگی‌هایی که یعنی گزاره‌هایی که اولا تعاریف کاملا دقیق و روشنی داشته باشن، یعنی وقتی که ما استعاره، تمثیل و امثال این رو داریم در یک ادبیاتی، اون ادبیات دیگه از دقت ادبیات علمی خارج میشه. توجه به جزئیات داشته باشیم به جای اینکه نظریه‌های کلی و بزرگ بدیم راجع به جهان، راجع به انسان و غیره، و بالاخره اینکه بتونیم کیفیت‌های رو مورد بررسی قرار بدیم که اون کیفیت‌ها رو با یک توافق بین دانشمندان یا اجماع بین دانشمندان اونها رو تبدیل کنیم، اون کیفیت ها رو به کمیت، بنابراین به شکل ریاضی و آماری و محاسباتی بتونیم اونها رو بسنجیم. خب اگر این تعریف های علم پوپری رو ما بپذیریم، اون وقت میبینیم که در چهار موج تاریخی روانشناسی سه تا از این چهار موج اساسا علم محسوب نمیشن. میدونید یکی از موج های تاریخی روانشناسی روانکاوی است، دومی موج شناختی رفتاری است، سومی موج انسانگرا و اگزیستانسیاله و چهارمی موج ترانسپرسونال. اینا چهار موج تاریخی روانشناسی هستن. خب در بین این چهار موج روانشناسی از نظر تاریخی شما میبینید که فقط موج روانشناسی شناختی رفتاری است که راجع به رفتار عینی، قابل مشاهده، کمیت پذیر، قابل سنجش، نظرات قطعی و فنی میده و نظراتش به گونه ایست که میشه اثبات بشه و میتونه رد بشه. دیگه کل روانکاوی، فروید، یونگ، آدلر، هیچ فرقی بینشون نیست، کل روانکاوی از نظر کارل پوپر یک شبه علمه، سودو ساینسه. کل روانشناسی وجودی و انسانگرا، حالا فرقی هم نداره که باید به کار راجر صحبت کنیم یا راجع به اروین یالوم صحبت کنیم، کل روانشناسی موج سوم در واقع شبه علمه، کل روانشناسی ترانسپرسونال هم شبه علمه. اما با چه تعریف شبه علمه؟ با تعریف فلسفه علم در واقع پوپری. حالا در مقابل فلسفه علم پوپری که یه جوری بر مبنای المان‌های مدرنیته بنا شده، فلسفه علم توماس کوهن هم داریم که بر مبنای درواقع فلسفه پست مدرن بیان شده که در کتاب اصول انقلاب های علمیش راجع به این صحبت میکنه که زمانی ما میتونیم بگیم که یه دانشی در واقع شکل پیدا کرده که راجع به در واقع علمای اون دانش، کسانی که در اون حرفه دارن کار میکنن، راجع به یه سری اصول موضوعه یا پارادایم ها توافق وجود داشته باشه. مثلا زیست شناسی یه تعریفی توش وجود داره، یه خط مرزی وجود داره، تمام زیست شناسان اعتقاد دارن که پدیده‌هایی که ما می‌بینیم یا زنده هستن یا غیر زنده. خب این اجماع این که چه پدیده‌هایی رو بهشون میگیم زنده چنین بوده که هر موجودی که نفس بکشه، تغذیه کنه، رشد بکنه و ترکت بکنه و تولید مثل کنه موجود زنده محسوب میشه و دارای آگاهی او رو ما میپنداریم، حالا درجات مختلفی از آگاهی. خب این تا زمانی که ما موجودات زنده رو راجبشون راجب چیزایی این رو اطلاق میکردیم که این پنج ویژگی رو داشته باشن، اینجا در واقع علم زیستشناسی در یه مرحله ثبات یا هموستازیستی بود. از اونجایی که موجوداتی شناسایی شدن مثل ویروس که با وجود اینکه تاثیرات خیلی مهمی روی موجود زنده دارن، اما نه نفس میکشن و نه حرکت میکنن، نه غذا میخورن،
و نه تولید مثل میکنن مگر وقتی که وارد سلول زنده میشن که سلول زنده رو به تعبیر به کار میگیرن که اونها رو تولید بکنه. خب اینجا میشه یک زمانی که پارادایمی به بن‌بست میرسه. حالا ما باید بیاییم تعریف دیگری از زنده و غیر زنده ارائه بدیم. اونجاست که انقلاب علمی تو زیست‌شناسی شکل میگیره که این انقلاب علمی الان که دیگه ما به اصل سایبورگ‌ها رسیدیم و صحبت از این هست که ربات‌ها در چه صورت ما میتونیم هوش اونها رو آگاهی محسوب بکنیم، حالا در این اصل حتی تعریف به این سمت رفته که هر موجودی که بتواند در واقع کپی از خودش رو تولید بکنه اون موجود زنده دارای هوش محسوب میشه که با این مبنا ممکنه در چند نسل بعدی ما برنامه ها و نرم افزارهایی داشته باشیم خودشون در واقع نمونه هایی از خودشون رو تولید کنن و ارتقا بدن که در این صورت ما باز با یه انقلاب علمی مواجه خواهیم شد. خب توماس کون میگه روانشناسی هنوز علم پری پارادایماتیکه، یعنی راجع به این که روان چیست، آیا روان یک کارکرد سیستم عصبی مرکزی است یا روان یک امر فرامادی است که از طریق سیستم عصبی مرکزی در واقع خودش رو متظاهر میکنه و متجلی میکنه، هنوز در روانشناسی این در واقع اجماعها وجود نداره. خب چون روانشناسی یک علم پری پارادایماتیکه، اون وقت در واقع این که ما هر بخشی از روانشناسی که به تعبیر پوپری ابطال پذیری نداره رو شبه علم محسوب بکنیم، خب منجر به این میشه که 3/4 تاریخی روانشناسی اساسا شبه علم باشه. بنابراین اگر بر این مبنا بخوایم روانشناسی زرد رو توصیف بکنیم که روانشناسی است که علمی نیست و به شکل تجربی آماری و عینی داده‌های خودش رو به دست نیاورده، خب اون وقت می‌بینیم که دیگه در واقع بخش زیادی از آنچه در تاریخ روانشناسی وجود داره رو یا اصلا در سنت روانشناسی موجوده می‌تونیم در واقع روانشناسی زرد محسوب کنیم. خب این یه جور تعریفه. من 3 تا تعریفش رو میدم بعد با هم دیگه به این صحبت برسیم که ما راجع به کدومش صحبت کنیم. حالت دوم این هست که ما هر وقت که با پروپاگاندا مواجه باشیم، یعنی با در واقع غوغاسالاری رسانه‌ای مواجه باشیم، به مقاصد سیاسی و به مقاصد کسب قدرت و نظام اقتدار ما از در واقع علم استفاده کنیم، اون علم میشه یک علمی که دیگه علمه در واقع غیر معتبر یا زرد میشه. خب اگر بخوام به این ماجرا بپردازیم، خب این خیلی هم در طول تاریخ وجود داشته، در روانشناسی دیرتر مثلا در ژنتیک استفاده از ژنتیک منجر شد به اینکه نازی‌ها نسل‌کشی خودشون رو توجیه بکنن، استفاده از نظریات داروین باعث شد که اون استنسریسم یا داروینیسم اجتماعی به وجود بیاد که حق با اقلیت طبیعت این رو خواسته، یا اینکه مثلا چینی ها یعنی هیئت حاکمه چین طبقه بندی های رسمی روانپزشکی رو نمیپذیره و در دانشگاه ها در واقع طبقه بندی چینی برای اختلالات روانپزشکی ارائه میدن که اون طبقه بندی به سیاست های نظام حاکم کمک بکنه. خب این همه پروپاگاندا تو مملکت خودمون هم این پروپاگاندا خیلی وجود داشته. مثلا در دوره دولت نهم و دهم اگه خاطرتون باشه آقای رئیس جمهور هر سال دهه فجر میمد به مردم یک کادوی علمی میداد که در واقع پروپاگاندای رسانه‌ای بود. مثلا اعلام میکرد محققین ایرانی داروی ضد درمان ایدز رو ساختن، هم وزیر بهداشت میمد اعلام میکرد، هم رئیس جمهور میمد اعلام میکرد. خب در حالی که چنین داروی وجود نداشت اساسا. خب این پروپاگاندا، حالا این پروپاگاندا در روانشناسی هم میتونه وجود داشته باشه. آره، یعنی مثلا نظام سرمایه‌داری پساصنعتی از روانشناسی استفاده میکنه برای اینکه هژمونی فرهنگی خودش رو مورد استفاده قرار بده. بله، حالا این پروپاگاندا یعنی استفاده سیاسی از روانشناسی رو اگه اسمش رو بذاریم روانشناسی زرد، باز یه بحث دیگه پیش میاد. اینجا خیلی از نظریاتی که پوپری علم محسوب میشوند هم میتوانند دیگه جزء روانشناسی زرد قرار بگیرن به خاطر اینکه مورد سوء استفاده سیاسی قرار گرفتن. پس سومین تعریف این است که شما فکر بکنید هر وقت که شما یک تجارت غیر اخلاقی با یه حرفه داشته باشید، یعنی اون گروه قلیلی که تولید کننده یا خدمات دهنده یک کالا یا خدماتی هستن، اونها برای نفع جمعیت قلیل خودشون به جمعیت کثیری ضرر برسونن، حالا اسم اینو من میذارم تجارت غیر اخلاقی.
اگر صحبت از این باشه که ما هر جا تجارت غیر اخلاقی در روانشناسی داریم اسمشو بذاریم روانشناسی زرد، خب اینجا یک بحث دیگه پیش میاد، چون بسیاری از آدم ها هستن که آکادمیسیانن، هیچ حرفی رو هم برای عموم نمیزنن، اما با رانت های در واقع ثروت و قدرتی که دارن کاملا از اون جایگاه آکادمیک خودشون برای مقاصد غیر اخلاقی استفاده میکنن، در حالی که هیچ کس برسط به روانشناسی زرد رو اونها نمیزنه، مقالاتشون هم چاپ میشه، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی فلان هم میشن و همه جا هم مثلا جلو پاشون بلند میشن، هیچ کس هم اونها نمیگه روانشناسی زرد. خب پس ما اگر راجع به روانشناسی شبه علمی صحبت کنیم اون وقت یه تیفی میشن روانشناسی زرد، از راجع به پروپاگاندای در روانشناسی در خدمت مقاصد سیاسی صحبت کنیم یه تیفی میشن، و اگر بالاخره راجع به تجارت غیر اخلاقی با روانشناسی صحبت کنیم یه تیفی میشن. یه جام هست که اون این هست که اگر ما بخوایم مطالب علمی رو به زبان عامه بیان کنیم که برای عامه قابل فهم باشه، باید اولا ساده سازی بکنیم، باید از در واقع صنعت‌های ادبی مثل تمثیل و استعاره و تلمیح استفاده بکنیم. این میشه همون بندبازی روشن فکری که حالا اگر کسی میخواد مطالب روانشناسی رو برای عموم بیان بکنه دوباره همون ماجرا هست که از یه ذره اگر که فنی‌تر حرف بزنه عموم مخاطبش نیستن، اگر از یه حدی بخواد مطلب رو ساده‌تر بکنه دیگه اون مطلب در واقع از اعتبار علمی و حتی اعتبار اجماعی عرفی اون حرفه هم ساقط میشه. این حالت چهارم رو هم حالا من به اینجا اضافه کنم. بنابراین چون در واقع تفکیک شده نیست که راجع به روانشناسی زرد که صحبت میکنیم راجع به کدوم یکی از اینها صحبت میکنیم، در واقع این برچسب روانشناسی زرد هم همونطور که در ابتدا گفتم یه جوری تبدیل میشه به یک در واقع برچسبی که هر کس علیه هر فردی یا نظریه‌ای که قبولش نداره این برچسب رو به کار میبره. جان دکتر، همین وضعیت رو ما به صورت عام‌تر در رابطه با انتظار داریم، اما به نظرم حالا غیر از نظریه ابطال پذیری پوپر، یعنی بیشتر از اون شما توی صورت‌های دوم و سومی که اشاره کردید مثلا کوهن میشه این رو هم وام گرفت، شاید فوکو خیلی به دردمون بخوره در رابطه با اینکه بدونیم روانشناسی زرد یا ابتذال بخوایم صحبت کنیم منظور چیه. البته که خوب را نه روانشناسی زرد نه ابتذال به عنوان یک انگ یا که به عنوان یک رذیلت اخلاقی، بلکه به عنوان یک وضعیت شناخته بشه و اون وضعیت وضعیتیه که سوژه رو منقاد اون وضعیت میکنه و اجازه تفکر نسبت به وضعیت خودش بهش نمیده و اون تکنولوژی های قدرتی که وجود داره که همونجور که فرمودید مثلا سرمایه‌داری و دنیای فضاصنعتی اون سوژه رو چنان منقاد میکنه که اون وضعیت مطلوب اون ساختار رو پیش ببره. بکنم سویه دومی که مثلا شما فرمودید هم بحث پروپاگاندا که اون هم از این منظر اونم تهش میخواد سوژه رو منقاد کنن دیگه، اون جز پروپاگاندا میخواد تهش به همین درسته. اینجا باشیم میتونیم در مورد روانشناسی زرد یا در مورد ابتذال صحبت کنیم و اتفاقا این که چه تکنولوژی های قدرتی، بالا قدرت به معنای فوکوش نه به معنای قدرت سیاسی، باعث میشه که روانشناسی مثلا روانشناسی که سبز باش، روانشناسی که امروز قورباغه را قورت بده یا از این دست مباحث در فلان دوره سیطره پیدا کنه بر مباحثی که عمیق‌تر هست، مباحثی که نقد در اون ماندگار داره، مباحثی که نیاز به تفکر بیشتر داره. نمیدونم به نظر شما میتونیم اینجا وایستیم از فوکو اسوام بگیریم و نه به عنوان یک انگ یا به عنوان یک رذیلت بلکه به عنوان یک وضعیت بشناسیم همین چیزی رو؟ خب این ابتذال فوکوی رو باید یه ذره برای من باز بفرمایید، هم اگر ممکنه معادل حالا انگلیسی یا فرانسویشو بفرمایید، هم یه تعریفی که بفرمایید، حالا غیر از این که چون اگه بگیم که هر گفتمانی که سوژه رو منقاد میکنه اون وقت من فرقش با هژمونی فرهنگی خیلی متوجه نمیشم، اگر یک اصطلاح تعریف خاصی دارین ابتذال اینو بفرمایید حالا من ببینم که. البته خب دکتر میدونه خودتونت فوکو همچین چیزی رو دقیقا نیومده که بگه مثلا در مورد ابتذال مشخصا صحبت بکنی یا درقل من ندیدم. ما یه صحبتی را داشتیم با آقای عادل مشایخی چند سال پیش توی روزنامه اعتماد در رابطه با این که
وقتی از ابتذال میخوایم صحبت کنیم چجور میتونیم صورت بندیش کنیم. این از دو تا مفهوم ما وام گرفته که از دیگری بزرگ هایدگر و یکی از بحث ارزم به خدمت شما همین منقاد شدن سوژه در یک ساختاری. این چجوری همچین اتفاقی میفته؟ یعنی بس چجوری میتونیم بگیم کجا داریم از ابتذال صحبت میکنیم؟ این که فرد یعنی من توانایی برون رفت از این ساختاری که درگیرش هستم رو ندارم و اونجا اون هنر، اون روانشناسی، اون هر چیز دیگه‌ای که من رو موندگار میکنه در این وضعیت و اجازه تفکر به وضعیت‌های آلترناتیو نمیده و اجازه و برون رفت از این وضعیت، بالا رفتن از اون ساختار و نگاه کردن به خود و ساختار از یک منظر و پارادایم دیگه، پارادایم از یک منظر بالاتری نمیده، اون وضعیت رو مثلا میتونیم اسمشو بذاریم ابتذال. البته خب این که نه قطعا چیز دقیق و یعنی نه دقیق که نه، یعنی نمیتونیم بگیم که این یک چیز قطعی هست. من میخواستم ببینم که نظر شما چیه، میتونیم از این چون اگر بخوایم بر ابطال پذیری پوفری تاکید کنیم شاید اینجا پیش بیاد که خب اون مباحثی که مطرح میشه رو بگن شما برید آزمایش کنید ببینید که این حالا ابطال پذیر هست یا نیست و تا بخواد ابطال پذیر باشه یا نباشه هر کسی کار خودش رو کرده باشه و اثرات خودش رو گذاشته باشه. ولی که این وضعیت در این هنر، این روانشناسی داره در امتداد یک تفکر، در امتداد یک تفکری که شما رو داره منقاد یک وضعیت میکنه داره کارایی داره یا نه، اونجا فکر کنم قابل دسترسی تر باشه. نمیدونم تونستم منظورم رو عرض کنم یا نه. آره درست فکر میکنم متوجه شدم. این یه چیزی شبیه همون کالچرال هژمونی گرامشی میمونه، یعنی رولینگ کلاس طبقه در واقع حاکم صرفا از طریق مثلا ابزار نظامی یا اقتصادی نیست که طبقه فرودست رو کنترل میکنن، بلکه یک گفتمان خلق میکنن که اونها در اون گفتمان دیگه آلترنتیو دیگری برای فکر کردن اساسا ندارن. خب اگر با این معنا ما بخوایم به ماجرا بپردازیم، اون وقت بخش زیادی از اون چیزی که ما در واقع روان پزشکی، پزشکی و روانشناسی آکادمیک هم هست این ویژگی رو داره دیگه. خودتون میدونید که مثلا میشل فوکو یکی از منتقدین بر کل نهاد روان پزشکی بود و یا در خود روان پزشکی روان پزشکانی مثل توماس تاز آمریکایی و رونالد لینگ بریتانیایی اینها جریان آنتی سایکیاتری ایجاد کردن. آنتی سایکیاتری سایکیاتریست یعنی روان پزشکان ضد جریان روان پزشکی مرسوم، جریان روان پزشکی که در واقع یک سوء استفاده ای حالا حداقل در بخشی از دنیا انجام داده از اهمیت مولکول ها و بایوکیمیستری بیوشیمی در عملکرد و رفتار و احساس ما و سوء استفاده این هست که حالا اگر ما میدونیم که مثلا نوروترانسمیترها روی رفتار ما تاثیر میذارن، بنابراین همه مسائل رو بخوایم تبیین صرفا بایوکیمیکال بکنیم و نوروشیمیایی بکنیم و برای همه مسائل راه حل بایوکیمیکال بدیم. برای مثال یه دوره 20 ساله در ایالات متحده آمریکا تحقیق انجام شده بود که هر سال که میگذره نسبت به سال قبل برای دانش آموزان بیشتری تشخیص attention deficit disorder یا ADHD گذاشته میشه و تعداد بیشتری از دانش آموزان سوق داده میشن به سمت مراکز درمان روان پزشکی که ADHD یا ADD رو قراره که با داروهای سیمپاتومیمیتیک با دارو حالا به هر شکل رفع بکنن. در حالی که تصویر منو که دارید دیگه اوکی نه؟ بله. در حالی که در واقع نقدی که انجام داده بودن این بود که اگر نهایتا ما به جایی برسیم که 30% دانش آموزان نتونن این کلاس درسی موجود رو تحمل بکنن، ما باید سیستم آموزشی رو تغییر بدیم. نمیشه که 30% دانش آموزا مریض باشن و برچسب به بیماری بهشون بگن. به نظر میشه که این سیستم آموزشی سیستم آموزشی هست که نهایتا از توش
مثلا 10% آدم موفق میاد بیرون، 20% آدم موفق میاد بیرون، 70%، 80% از آدم ها ناکام، ناامید، سرخورده، مضطرب، عصبی میان بیرون. خب ما به جای اینکه سیستم آموزشی رو تغییر بدیم، هر سال یا هر دهه تشخیص ADD بیشتر بدیم و برچسب تشخیصی بیشتر بذاریم و ADD رو هم فرو بکاهیم صرفاً به یک تغییراتی در یک بخشی از مغز و اون وقت بگیم با دارو میخوایم درمانش کنیم. میبینید یعنی در واقع خود اون جریان آکادمیک هم میتونه درگیر اون هژمونی فرهنگی باشه و برساخت اون هژمونی فرهنگی باشه. یا مثلا اینکه کدوم تشخیص رو، کدوم مسئله رو ما تشخیص محسوب بکنیم، کدوم رو تشخیص محسوب نکنیم. مثلا در واقع طبقه بندی رسمی روانپزشکی که انجمن روانپزشکی آمریکا ارائه میده، فرضاً میل جنسی از یه حدی که کمتر باشه برای تشخیص میذاریم که سکشوال هایپو اکتیو دیزوردر، اما اگر بیشتر باشه، از هر میانگینی هم بیشتر باشه، شما تشخیص براش نمیذارید. اون وقت صحبت این میاد که اگر از یک میانگینی میل کمتر باشه چرا براش تشخیص میشه گذاشت، از یک میانگینی اگر میل بیشتر باشه از میانگین اوریج اجتماعی چرا اون تشخیص نمیذاریم براش. مثلا میل هایپر اکتیو سکشوال دیزوردر تشخیص نمیذاریم اما میل هایپو اکتیو تشخیص میذاریم. خب این واقعا تبیین علمی نداره، یعنی هیچ توضیح علمی نداره، دفاع علمی نداره. مسئله بر سر این هست که جامعه‌ای که مرتب داره آدم‌ها رو بمباران می‌کنه با سیگنال‌های جنسی، از فیلم سینمایش بگیرید تا حتی گزارش خبریش با سیگنال‌های جنسی داره بمباران می‌کنه آدم‌ها رو، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه فروش کالاها با جنسی سازی و سکشوالیزیشن اونها بالا میره. لباس ورزشی با سکشوالیزیشن بهتر فروش میره، ماشین با سکشوالیزیشن بیشتر فروش میره، سیگار با سکشوالیزیشن بیشتر فروش میره. خب این جامعه سرمایه‌داری پساصنعتی، مسئله بر سر اینه که وقتی که هر چیز رو ما با سکس گرش بزنیم فروشش بیشتر میره میشه، پس ما باید در واقع برای فروش بیشتر شروع کنیم به اینکه مردم رو هی تحریک جنسی بکنیم. حالا شما میبینید که انجمن روانپزشکی آمریکا هم وقتی میاد طبقه بندی تشخیصی میکنه، میاد برای کم شدن از عرف تشخیص میذاره، برای زیاد شدن از عرف تشخیص نمیذاره. بنابراین شما میبینید که حتی در جریان اصلی علم هم، حتی در تولید علم یا حتی در واقع طبقه بندی علم، شما دست کالچرال هژمونی یا سلطه فرهنگی رو میبینید. بنابراین فکر میکنم باز هم بر این مبنا اون چیزی که عرفاً به عنوان روانشناسی زرد در واقع مرسومه این هست که وقتی که در فرهنگ ما، در عرف ما، اینه که وقتی که یه نفر حرفهایی میزنه که به مذاق همه خوش میاد، اینقدر حرفاش شیرین هست و شیرین حرف میزنه که به مذاق همه خوش میاد، این روانشناسی عامه پسند و بیشتر روانشناسی زرد بهش گفته میشه. تو اون وقت باز یک، همینجور که گفتم، یک چیزی وجود داره دیگه، یک طبقه بندی که ملاک شمول ورد داشته باشه وجود نداره. یعنی ممکنه شما ببینید که مثلا یک متخصص بیماری های عفونی یا داخلی هم به مناسبت این بحران و پاندمی کووید 19 یه دفعه سلبریتی شده دیگه. یعنی قبلا اگر مثلا 10,000 نفر فالوش میکردن، الان 200,000 نفر دارن فالوش میکنن به علت این شرایط، چون هم تخصص مربوطه رو داره، هم تونسته فیلم تولید کنه، کلیپ تولید کنه با زبانی که برای مردم شیرین و در واقع سهل باشه هضمش، در واقع پیام بفرسته. خب اینجا ما نمیایم بگیم که این مثلا یک پزشک زرده، میدونید؟ یعنی میخوام بگم که باز هم میریم بسیم به این سمت که انگار راجع به روانشناسی یک سوگیری وجود داره، یک روانشناس اگر سلبریتی بشه، از یه حدی بیشتر فالوئر داشته باشه و لایک داشته باشه، اون واژه زردش اطلاق میشه. اما اگه یه پزشک همین کار رو انجام بده، شما در واقع به اون پزشک زرد اطلاق نمیشه. مثلا دندان پزشکایی که هنرپیشه ها و سلبریتی ها میدن پیششون، بعد با اونا سلفی میگیرن که امروز مثلا جنیفر لوپز روی یونیت من بود، امروز مثلا
تام کروز روی یونیت من، حال من اسمای ایرانیشو نمیگم که شاکی خصوصی پیدا نکنیم، ولی خب این دندانپزشکو کسی بهش نمیگه دندانپزشک زرد. خب نهایتاً این واژه انگار یه واژه‌ای است که شاید به دلیل اینکه در روانشناسی به علت پیری پارادایماتیک بودنش در بین خود کسانی که در این حوزه قرار دارن یه اجماعی راجع به پارادایم ها وجود نداره، و در نتیجه بیشتر از اینکه روانشناسان یک سنس یا یک حرفه یا یک در واقع گفتمان واحد باشن، یک سنس و گفتمان متفرق هستن، و در نتیجه حتی هر کدوم از خود روانشناسانی که به یک مکتب فکری تعلق خاطر داره، اون روانشناسانی که اون مکتب فکری دیگه تعلق خاطر داره رو زرد میدونه. این هم یکی از اتفاقاتی است که در واقع منجر میشه که این بحث روانشناسی زرد بحث پررنگی باشه حتی در خود مجامع روانشناسی. آیا میتونیم به کارکست ما بسنجیم؟ حالا چون شاد نشه دقیقاً ابعادش رو مشخص کرد، ولی هم به متد هم به کارکست، یعنی جایی که اول که پاسخ فستفودی و دم دستی برای هر چیزی داشته باشن، راست بتونم یک کشکولی داشته باشن که هر سوال و مشکل و عمیقی که شما داشته باشید در لحظه بتونن اون رو خوب کنن و برطرف کنن، یعنی این ادعا رو دارم، و از سوی دیگه این که ببینیم که کارکردش چیه، این که شما رو با یک عنصر مطلوب همین ساختار که درش قرار داریم تفکیک میکنه، از این زاویه میتونیم نگاه کنیم که بعد تشخیص بدیم کدوم روانشناسی روانشناسی درستیه، کدوم روانشناسی روانشناسی غلطیه از این منظر. خب اگر از منظر کارکرد نگاه بکنیم، همین بحثی پیش میاد که الان دارم خدمتتون میگم، یعنی بسیاری از داروهای تجویزی، بسیاری از پروتزها، در واقع مثلا جراحی زیبایی، آیا جراحی زیبایی در خدمت این نگاه ابژه‌ای و کالایی به انسان شکل نگرفته؟ خب بخش زیادی از جراحی زیبایی ها واقعا نیاز طبی یه نفر نیست، رو کیفیت زندگیش هم تأثیری نمیذاره، مگر وقتی که اون آدم در به تعبیر شما سوژه منقاد باشه، یعنی فکر کنه دماغ زیبا یعنی این، ساق زیبا یعنی این، سینه زیبا یعنی در واقع در سوژه منقاد یک هژمونی فرهنگی این جراحی های زیبایی داره در واقع معنا پیدا میکنه. خب اگر این ماجرا در نظر بگیریم، باز من به همون عرضم برمیگردم که ما باید در واقع بخش زیادی از حرفه ها رو که تحت تاثیر گفتمان سرمایه‌داری پسا مدر پسا صنعتی دارن به حرفشون ادامه میدن و راجع به زیبایی، راجع به سلامتی، راجع به قدرت، راجع به عقل یک کالچورال هژمونی توشون وجود داره، بخش زیادی از اینها رو باید بزنیم تو همون طبقه بندی که روانشناسی زرد رو میذاریم. از حیث متدولوژی من فکر میکنم وقت راحت تر میتونیم بگیم، مثلا اینکه گزاره هایی که به شکل اجماع به شکل در واقع افراطی توش مغالطه وجود داره، حالا چه مغالطه تعمیم مفرد، چه مغالطه مثلا همون شاهماهی قرمز، چه مغالطه سطح شیبدار لید، یعنی مغالطات، میزان مغالطاتی که در اون گفتمان وجود داشته باشه انقدر زیاد باشه که دیگه شما به ندرت باید دستچین کنی که یک خبر بدون مغالطه رو توش پیدا کنی. به این معنا میشه گفت که خب این یک در واقع متد، یک متد مبتنی بر گفتمان قدرت تا گفتمان حقیقت، منتها نه گفتمان برای گفتمان قدرت سیاسی لزومن. این میتونه مثلا یه تعریف متدولوژیکی باشه برای این ماجرا. خب آجاشو اگر با همین تعریف بایستیم، اینجا بایستیم مشخص، یعنی میتونیم یه مرزبندی داشته باشیم و بدون انگ زدن بلاخره بگیم در حد اقل دو دهه اخیر، حالا شاید من اشتباه کنم، لازم دارید شما اصلاح بفرمایید، ما روند رو به رشد اقبال به روانشناسی زرد، روانشناسی که به لحاظ متدولوژی انواع اقسام و مغالطات درونش هست و نمیشه یک بیس علمی، حتی اگه به اون منظر پوپری هم بخوایم نگاه کنیم یک بیس علمی هم نداشته باشه، حرفای نه قابل اقبال نه قابل اثباتی داشته باشن، اقبال داره زیاد میشه. و به نظر شما اگر که با حالا پیش‌فرض من موافق باشید، این رو ناشی از
تحولات سیاسی اجتماعی میبینید یا مثلا موارد دیگه مثل رسانه هایی که اومدن دامن زدن به بحث این روانشناسی برای حالا کاذبی هاشون از چیزای مکتوب بگیریم که رفته رفته بعد تا امروز که به صفحات مجازی و کسانی که بالاخره بیزینس های بزرگی دارن از این رابطه و از سودای خیلی زیادی دارن میبرن یا رشد دانشگاه هایی که خیلی نمیشد اینها رو معتبر دونست و هر جایی یک رشته روانشناسی داشتن که شاید خیلی هایی که اقبالی توی رشته های دیگه پیدا نمی کردن به اون سمت می رفتن و خب خروجیش این آدم هایی شد که خیلی به یک سرعی نداشتن به لحاظ روانشناسی اما خودشون رو روانشناس می دونستن و می خواستن توی این بازار جایی برای خودشون پیدا کنن. اگر که با پیش‌فرض من موافقت کدوم یکی از اینا یا چه چیز دیگه رو شما برای این رشد مؤثر می دونید؟ ببینید من به سه تا جریان حالا یا دو تا یا حالا سه تا جریان میخوام اشاره کنم. یکی این که در جامعه ما هم هر اتفاقی میفته در یک دیدگاه جهانی و در یک بستر جهانی میتونیم بهش نگاه کنیم. خب الان جریان غالب رسانه‌ای دنیا جریان هالیوودیسم و دیزنیفیکیشن، یعنی این که در واقع یه قهرمان تکرر زیبای قوی باهوش که خودش رو و دنیا رو نجات میده و متحول میکنه در یک فضای کاملا تخیلی. خب این بستر رسانه غالب دنیا که هالیوودیست و دیسنیفیکیشن هست طبیعتا در مملکت ما هم تاثیر میذاره، به خصوص بخاطر اینکه مملکت ما جزه شاید بشه گفت جزء آمریکایی زده ترین فرهنگ ها رو در ممالک در واقع مصرف کننده فرهنگ داره. همین داستان بازی مرگ بر آمریکا و این بازی های رسانه‌ای راجع به اون اساسا آمریکا رو تبدیل کرده به یه چیزی که بر ذهن مردم ما مثلا اولین چیزی که به عنوان یک نماد یک دنیای توسعه یافته میاد تو ذهنشون آمریکا میاد. خب این هالیوودیز و دیسنیفیکیشن که ممکنه این هالیوودیز و دیسنیفیکیشن مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی به این اندازه وجود نداشته باشه ولی در ایران وجود داره. بنابراین این جریان روانشناسی در خدمت هالیوودیز در کشور ما هم خیلی وجود داره و هرچند که ما از نظر رسانه‌ای بیشتر مصرف کننده میشیم، یعنی ماهواره داریم، بعد اینستاگرام داریم، بعد فیسبوک داریم، بعد یوتیوب داریم، هرچی ما بیشتر در واقع در این فضای رسانه میفتیم این هالیوودیس و دیسنیفیکیشن هم در ما بیشتر میشه و در نتیجه این نیاز به اینکه یک دنیای تخیلی مثل در واقع دیسنیلند پیدا بکنیم و تو اون زندگی بکنیم افزایش پیدا میکنه و ترویج پیدا میکنه. پس یکی این در واقع کلان روایت یا گفتمان غالبی است که از در واقع جهانی شدن به مملکت ما وارد شده. دوم یه ماجرای در واقع سوء مدیریت کلان که در مملکت ما وجود داره در حوزه‌های مختلف. یکی هم در حوزه دانشگاه و در واقع نهادهای آکادمیک وجود داره. یک عدم توازن بین عرضه و تقاضا وجود داره. یعنی یک مملکتی که هنوز در ابتدای مسیر صنعتی شدنه و هنوز باید در جهت اینکه ما بتونیم مکانیزه بشیم و اتوماتیزه بشیم آموزش ببینیم داره میره به سمت اینکه نیازهایی که مال جامعه هایی است که کاملا از این صنعتی شدن عبور کردن و مسئله اصلیشون الان مسئله مولد بودن اقتصادی نیست، مسئله اصلیشون مسئله رضایت روانشناختی است. خب یه مملکتی که همچنان در یک از نظر فرهنگی با دلایلی که اگر فرصت بشه براتون توضیح میدم همچنان از نظر فرهنگی نه از نظر اقتصادی یا صنعتی، از نظر فرهنگی هنوز در عصر کشاورزی و دامپروری است، یعنی کلان روایتاش کلان روایتای دامپروری کشاورزی. خب در این مملکت شما میایین بدون اینکه نیاز سنجی بشه شروع میکنید به تربیت در واقع گروه زیادی از آدم ها در رشته روانشناسی
بدون اینکه به اونا اطلاعات بدید که آیا واقعا شما کارتون بازار داره یا نداره. خب وقتی این عرضه و تقاضا میزون نشده و تصمیم گیری ها اویدنس بیس و بر مبنای نیاز نیست، دو تا اتفاق میفته. یه اتفاق توی عرضه کننده خدمات، یه اتفاق توی مصرف کننده خدمات. در عرضه کننده خدمات این اتفاق میفته که این آدم با در واقع کلی هزینه خودش و هزینه جامعه پزشک میشه، در حالی که برای اون ساختار کاری و زیرساخت کاری براش فراهم نمیشه. یا خب خودت برو هرجوری میخوای کاسبی کن. خب اون وقت این پزشک به جای اینکه به درمان بیماران بپردازه، یه کاری شبیه آرایشگر رو مثلا اتخاذ میکنه، کارش میشه شبیه این. خب این زیرساخت وجود نداشته، یه آدمی برای این کار تربیت شده در حالی که زیرساخت شغلی براش فراهم نشده. در نتیجه بخش زیادی از پزشکان عمومی یا میرن کلینیک ترک اعتیاد بزنن یا میرن کلینیک پوست و زیبایی بزنن. خب این میشه چرا؟ برای اینکه زیرساخت وجود نداشته. در روانشناسی هم این اتفاق افتاده، یعنی زیرساخت‌های لازم برای شغل پیدا کردن وجود نداشته. این زیرساخت ها میتونه در قانون بودجه وجود داشته باشه. مثلا اگر که شما بخشی از درمان ها رو رایگان بکنید و بیمه ها تقبلش بکنن، مثلا بگید رفتار درمانی مثلا فوبیا رایگانه، چه چیز رایگانه، چی رایگانه. خب بخش زیادی از آدم ها واقعا برای نیاز واقعی و خدمات واقعی به روانشناس مراجعه میکنن. ولی وقتی که شما میایید در ساحت تصمیم گیری و مدیریت تعرفه های غیر واقعی میذارید، بیمه ها خدمات روانشناختی رو قبول نمی کنن، زیرساخت های در واقع کاسبی یا آدمی که روانشناسی خونده رو فراهم نمیشه، بعد میگن که خب برو خودت برای خودت کار جور کن دیگه، ما برات زمینه بستر تحصیل فراهم کردیم، مدرک هم دادیم، برو خودت کار بکن دیگه. همونطور که پزشک های عمومی میرن برای کلینیک متادون یا میرن برای کلینیک زیبایی، خب روانشناس ها میرن به سمت این که روانشناسی عام پسند داشته باشن، سخنرانی های چند هزار نفره انجام بدن و از توی اون بتونن زندگیشو بچرخونن دیگه. اون قضیه هم بازار مصرفه، یعنی بازار مصرف به این شکلی که فرهنگ جامعه ایرانی که همچنان از نظر فرهنگی در اصل کشاورزی و دامپروری زندگی میکنه، اساسا نیاز به دانشمند نداره. ما نه در جایگاه تولید علم در جهان قرار داریم، تولید علم های ما کاملا نمایشی و سیاسی و ساختگی است، نه در جایگاه تولید علم قرار داریم، نه تصمیم گیری های کلان در مملکت ما تصمیم گیری علمی است، نه مردم با گفتمان علمی مأنوس هستند. در نتیجه اون مخاطبین در واقع به دنبال کسی میگردن که براشون روزه بخونه، اما دیگه به روزخونهای سنتی اعتمادشون از دست دادن، به دنبال روزخونهایی هستن که بر واقع اتیکت دکتر هم داشته باشن. در نتیجه شما میبینید در سطح جهانی اون گلوبالیزیشن رسانه هالیوودیسم و دیسنیفیکیشن، در سطح ملی هم عدم آمادگی فرهنگی ما برای علم و روانشناسی به مثابه یک گفتمان علمی و از طرفی هم فراهم نشدن زیرساخت برای اینکه این آدم ها که تحصیل میکنن بتونن خدمات مبتنی بر تحصیلاتشون ارائه بدن. این باعث شده که بله ما مرتب ببینیم که بخش زیادی از در واقع فضای گفتگوی روانشناسی فضایی میشه که توش یه جور سطحی نگری و یه جور در واقع گفتمان‌های پر از مغالطه وجود داره. منتها باز من اینجا یه تأکیدی میخوام به این ماجرا بکنم که اگر ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که گفتمان‌هایی که توش مغالطاتی وجود داره و سفسطه وجود داره اسمشو بذاریم مثلا روانشناسی زرد، اینجا دیگه نمیتونیم به فلانی بگیم تو روانشناس زردی، به فلان مثلا مجله بگیم تو مجله زردی، برای اینکه شما گزاره های اون مجله رو بر می دارید، اون وقت اگر کسی با این دقت بسنجه می تونه بگه که تو مثلا 33% از گزاره هات گزاره های مغالطه آمیزه و در نتیجه به این معنا 33% توی این طیف به تکی بودن، ابتذال و غیر اخلاقی بودن پیام هایی که می دی، غیر منطقی بودن پیام هات، این میشه نمره.
اینجا خب دیگه باز همونجور که در ابتدای صحبتم گفتم یک کمک حداقل میکنه این نگاه، که ما به جای اینکه پرت بکنیم به سمت هم دیگه بر مبنای اینکه یک کسی خیلی مثلا فالوور داره بهش بگیم خب این زرده، نگاه میکنه خب گفتمانش چی هست، اون گفتمانش رو آیا میشه در یک نظام تحلیلی تحلیل کرد بگیم آقا شما این 25% حرفت یا این 75% حرفت مغالطه توش وجود داشت. خب اون وقت در واقع یک گفتمان جدیتری صورت میگیره تا اینکه یه جور به هم دیگه در واقع شلیک بکنیم یه برچسبی رو. درسته. آیدو تو پیلو حالا من این نوشت چه خارج از بحث نماشه فهمیدید که ما آمریکایی زده تر از این توی مصرف کننده ها، این اتفاق حالا توی فرهنگ نه بحث مثلا شبکه های شبکه نمایش خانگی داد سریالایی که نل به نل حتی نه هالیوود ترکیه مثلا داره پیش میره و یا نه فیلم فارسی های هالیوودی سینمای بدنمون، شما فرض بگید که از پربیننده ترین برنامه های صدا و سیما به عنوان کسی که باید گفتمان انقلابی رو برزم اقداش ما استمرار بده نگاه کنین، نعل به نعل برنامه هایی هست که توی هالیوود هم حتی شاید مخالفانی داشته باشه به لحاظ چیزمانی که داره، حالا از برنامه هایی که دیگه خودتون میدونی شوهای دو نفره یا مثلا برنامه هایی که میان استعدادیابی میخوان بکنن، یعنی انگار این که آتا من کپی برداری کرده باشم و خب این پارادوکسیکال که به وجود میاد برای بعضی که از یک طرف باید تقاضا خیلی چیزا رو بده که ما ارتباطی نمیشم داشته باشیم با دنیا نو، از اون طرف اون فرهنگ داره بهش تبلیغ میشه از رسانه های رسمی، خودش اصلا میتونه بحران روانی ایجاد کنه. حالا تو همچنان ما مشخصه که نمیتونیم باید نمید بگیم که روانشناسی زرد دقیقا اینجا مرزش هست و اینجا مرزش نیست، شاید فقط بتونیم بگیم که از جوابهای دم دستی، چون بالاخره ساحت روان انسان و ساحت انسان یک چیز خیلی پیچیده‌ای هست، هر جایی که به شما داخل کشکولش تمام جوابها را داشته باشه و جوابهای فرد بودی و دائما مثلا متکنی داشته باشه به شما رو خوب کنه، شاید از اونجا ها مثلا توصیه این باشه که پرهیز کنیم. اما حالا به هر حال برگردیم به صحبت اصلیمون و آخرین محور، بعدش اگر فرصتی شد یا فرصتی پیدا کنیم بتونیم سوالا رو هم جواب بدیم. شما تجربه زیستشون های دکتر، من دوست دارم بدونم شاید هم شخصی باشه نگید، از کار بالینی به سمت سوی اومدید که مشخص در کار روشنفکری میخواین انجام کنید، اون پارادایم پزشکی به یک سمتی اومدید که بینارشته‌ای هست، شما هم به غیر از کار روانشناسی و حوزه‌ای اون کار پژوهشگری فلسفه میکنید، به پژوهشگری ادبیات انجام دادید، به خصوص پژوهشگری اسطوره، و خب اینا نشون میده که شما انگار این پارادایم رو انتخاب کردید که انتخابی هم بوده که تجربه عمیق و خوبی اون سوی قبل داشتید و حالا به این سمت اومدید. میشه بگیم که شما پس دارید کار روشنفکری میکنید و کار روشنفکری رو انتخاب کردید، شاید از این تجربه زیسته خودتون بگید که کار روشنفکری رو چه ضرورتی دیدید که شما این کار رو انجام بدید و در برابر چه چیزی شما به میدان آمدید که کار روشنفکری انجام بدید، شاید بتونیم به جوابمون برسیم و بتونیم یک مرزی رو هم مشخص بکنیم بر چیزی که بشه علیهش باید مبارزه کرد. بله، ببینید ما در روان پزشکی علل قاعده باید دیدگاه زیستی، روانی، اجتماعی داشته باشیم و در واقع ساحت روانی ما آوردگاه ساحت زیستی و طبی و بیولوژیکمون و ساحت اجتماعی است، یعنی ساحتی که از گفتمان گرفته تا اقتصاد توش نقش داره. بخش زیادی از مسائل روانی، روانشناختی انسان‌ها سبب شناسی‌های اجتماعی داره، حالا تاریخی، زبانی، اصول شناختی، مذهبی، سیاسی و غیره. خب در فضای کاری ما بخش عمده همکاران من، همکاری روانپزشکم، با اینکه همه دیدگاه زیستی، روانی، اجتماعی رو قبول دارن، اما بخش عمده شون در واقع ترجیح دادن به دلایل مختلف که اون بخش زیستی روانیشو بگیرن، اون بخش روانی اجتماعیشو کمتر بگیرن.
خب یکی به دلیل اینکه در واقع دردسر کمتری داره، آدمی که مذهب داری میکنه یا کلینیک داری میکنه دردسر کمتری داره، یعنی در واقع کمتر مزاحمت وجود داره برای فعالیتش تا کسی کار روانی اجتماعی داره انجام میده و به ساختارهای اجتماعی داره میپردازه. به هر حال این ماجرا که چه دلیلی داره که من فعالیت بالینیم و هرچی که گذشته کم کردم و به سمت فعالیت فرهنگی و ترویجی اومدم، یکی ماجرای در واقع نیاز اجتماعی بوده، یعنی اینکه یه بستری بوده که اون بستر خالی بوده. حالا متدینین میگن یه چیزی واجب کفاییه، یعنی میگن تا به اندازه کفایت کسی این سرویس رو، این خدمات رو ارائه بکنه واجبه که آدمای بیان. وقتی که به کفایت رسید حالا دیگه وجوبش برداشته میشه دیگه، مثلا مستحب میشه. حالا با این عنوان، اما نه با نگاه دینی، با نگاه در واقع اومانیستی. خب یکی این که این خلع وجود داره که بخش زیادی از همکاران من به این فضا ورود نکردن به دلایل مختلف، و مسئله دیگه هم که به هر حال علائق هست، یعنی اینکه بالاخره من اینجوری نبوده که مثلا روانپزشک بشم بعد به یک نقطه‌ای برسم بگم حالا من باید به ساحت فرهنگی اجتماعی ورود بکنم بعد شروع کنم در اون ساحت مطالعه کردن. من قبل از اینکه پزشک بشم و قبل از اینکه روانپزشک بشم، یعنی دوران دانش آموزی در حوزه‌های ادبیات و تاریخ و فلسفه و عرفان و مذهب به شکل جدی داشتم مطالعه میکردم. تمام مدت دانشجویی هم باز درگیر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بودم، حالا گاهی اوقات با موضع‌گیری‌های غلط بر مبنای عقل 20 سالگیم. اما به هر حال همیشه در طول دوران دانش آموزیم، از در واقع اول راهنمایی گرفته تا پایان دبیرستان و در تمام دوره دانشجوییم، من درگیر فعالیت‌های سیاسی اجتماعی بودم و درگیر مطالعه در حوزه فلسفه و ادبیات و عرض کنم که مذهب و تاریخ و اینها بودم. بنابراین اساساً این نبوده که یه تایم بگم حالا وقتشه که اونجا بیام. این بستر همیشه وجود داشته و این علایق و این کشش، حالا وقتی که دیدم یه بستر اجتماعی نیازی هست که پاسخ بهش داده نمیشه، خب طبیعتاً انتخاب کردم که جایی که هم در واقع علاقه من هست و هم استعداد من هست و هم نیاز اجتماعی برای اون ماجرا بیشتر هست، به اون حوزه برم، تا اون حوزه‌ای که اگر یه کسی به من بگه مثلا در تهران به من روان پزشک خوب معرفی کن، همینجوری که بر مبنای ذهنم هم بخوام بچرخم میتونم از الان تا یه ساعت دیگه روان پزشک خیلی خوب معرفی کنم. اما یه مؤسسه فرهنگی وقتی به من بگن یه روان پزشک ما میخوایم که بیاد برای ما صحبت کنه راجع به جنبه‌های مثلا فلسفی گفتمانی روان، اون وقت من هر چی بگردم بیشتر از 3-4 نفر، حالا بر اساس به اصطلاح آشنایی های محدود خودم، بیشتر از 3-4 نفر رو نمیتونم معرفی کنم. خب در نتیجه یه جایی نیاز هست و این باعث این شده که من بخوام این نیازه رو بهش پاسخ بدم و در واقع این توان رو هم در خودم دیدم که این نیاز رو پاسخ بدم. شاید اگر که در واقع کسان بیشتری به این نیاز میپرداختن، من هم ترجیح میدادم که بشم تو مطب. خب حالا دکتر بریم سر بحث که آقای بهبهانی مطرح کردن و شما هم باش همدل بودید. فرموده بودن که آقای بهبهانی سلبریتی انتحاره، این که سلبریتی باید از ظرفیت های این بستری که وجود هست برای سلبریتی شدن استفاده کنه و تا اونجایی که میتونه این سلبریتی شدن رو پیش ببره، بعد به قول خودش تعبیر خیلی جالبی به کار میبره، میگه که باید شلاق بر گرده جهل زد. آن وقتی که این اتفاق میفته با سلبریتی، اون چیزی رو که روشنفکر سلبریتی رو، آن چیزی رو که فکر میکنه درسته برای اون مخاطبهایی رو که توی این پروسه تونسته به دست بیاره بازگو کنه، یعنی اون حقیقت زمخت رو موقع بازگو کنه. حالا اینا اگه اپلایش بخوایم بکنیم توی بحث کار روشنفکری مشخصا در حوزه روانشناسی در برابر این بیشمار آلترناتیب هایی که هست و خب میتونن بسیارم جذاب هست و بسیارم
دم دستی و مسکن‌های آنی هست برای عامه مردم و خب طبیعیه که عامه مردم هم از تفکر کردن پرهیز دارن جذبش بشن. اینجا به نظر شما که با اون بحث همدل بودید چه کار میشه کرد؟ البته ما 3 دقیقه دیگه این قطع میشه، میخواین که من قطع کنم که شما پاسخ این رو میدید، بعدش هم بتونیم کامنت ها رو هم داشته باشید اگر موافق باشید و وقت داشته باشید. بله 3 دقیقه دیگه ما در خدمتتون باشید. زنده آیدکه من با اجازتون و با اجازتون کامنت رو میتونیم چند دقیقه دیگه بعد از برماشات های دکتر باز میکنیم. باشید. از کام خدمتتون که بله البته اون نظر در واقع سلبریتی انتحاری رو که مربوط به آقای کاوه بهبهانی هست شما برای من فرستادید که در واقع نظر رو میخواستید و من به نظر اومد که چه نظر درستیست و جالب هست و انگار که اینجوریست که خب از منظر متد و از منظر اون چیزی که طریقیت داره ممکنه شما ببینید یک روشن فکر هم داره همون مسیر رو طی میکنه که یک سلبریتی طی میکنه، در حالی که در حوزه آن چیزی که موضوعیت داره آن چیزی که روشن فکر دنبالشه کاملا متفاوته. حالا اونجا هم شما این بحث رو مطرح کردید با من که خب یک بسترهایی مثل همین بستر اینستاگرام یا کلا بستر فضاهای مجازی این صحبت درش هست که این بسترها کلا در واقع بسترهای سطحی هستن برای ارتباط و بنابراین کسی که وارد این بسترها بشه به خودی خود وارد بحث‌های سطحی، گذرا، کوتاه مدت، ساده سازی شده و غیره میشه. که حالا من فکر میکنم که اینجا بستگی داره که ما در اخلاق مطلق‌گرا باشیم به تعبیر در واقع اخلاق فضیلت محور مطلق‌گرای کانتی یا در اخلاق فایده‌گرا باشیم به تعبیر اون اخلاق فایده‌گرا و در واقع نتیجه گرای جان استوارت میلی. اگر ما مطلق گرا باشیم آره ممکنه بگیم که خب اساساً یک روشن فکر براش حرف‌های غیر عمیق زدن، حرف‌های ساده سازی اساساً این کار روشن فکر نیست. روشن فکر باید به مسائل عمیق بپردازه. بنابراین اون وقت با این دیدگاه مطلق گرا ممکنه مثلا ورود من در فضای اینستاگرام با اون دیدگاهش یک ورود غیر اخلاقی اصولا. اما اگر در اخلاق فایده‌گرا باشیم یعنی فکر بکنیم که در واقع آنچه که بیشترین نفع رو برای بیشترین انسان‌ها داره اون اخلاقی است، خب اینجوری ممکنه که واقعا اخلاقی محسوب بشه که یک روشنفکر از منظر طریقیت یعنی از منظر در واقع روش پردازش به موضوعات همین فضای مجازی که حالا به نوعی برساخته گفتمان حتی هژمونی فرهنگی حاکم هست وارد این فضا بشه به خاطر اینکه بیشترین نفع رو داره برای بیشترین در واقع مردم مخاطبین، که البته خب اینجا البته یک ارزیابی خیلی جستجوگرانه و نقادانه وجود داره چون خیلی از آدم ها ممکنه بگن که خب اگر مثلا تو وارد این فضای اینستاگرام میشی که یک فضاییست که کلن بیشتر یک فضای گذرا و سطحی و در واقع با پیام های کوتاه و بیشتر مردم میان عکس و فیلم تماشا کنن، اگر وارد این فضا میشی بابت بیشترین نفع برای بیشترین انسان‌ها چرا در رسانه مثلا حکومتی حاضر نیستی قبول کنی بیای در یک نشستی شرکت بکنی اونجا که مثلا ممکنه که 500,000 نفر ببینن بجای اینکه 500 نفر ببینن. اینجا دیگه اون داستانه که ارزیابی من این هست که هرگز در اون فضا بیشترین نفع برای بیشترین اعضا حاصل نخواهد آمد. اما این فضا رو همچنان من ارزیابی اینه که میشه نفع کثیری براش ایجاد بشه. این دیگه حالا این که چگونه یک مدیا رو شما ارزیابی بکنید این یه داستانه، یعنی این که وقتی میگیم اخلاق فایده انگار اینجوری سطحی هم نیست که طبعا شما میدونید برای بعضی از مخاطبین عرض میکنم اینقدر سطحی نیست که بگیم خب این کار نتیجه خوبی داره دیگه، نتیجه خوب رو باید کاملا در واقع به شکل جدی بهش بپردازیم. حالا با این اخلاق فایده انگارانه اگر یک روشن فکری یا یک روشنگری حالا هرچی معلمی با یک نگاه اخلاق فایده انگارانه به این نتیجه برسونه
که این طریقیت تأمین میشه برای اون موضوعیت اخلاقی، خب وارد این فضا میشه. اما تفاوتش با یک حالا سلبریتی غیر روشنگر این هست که اون در واقع مثل کسی که ثروت جمع میکنه برای خود ثروت و در نتیجه اصلا مثل همون چیزی که مارکس میگه که سرمایه دارها بیشتر اسیر سرمایه داری هستن و حالا به تعبیر مارکس البته انقلاب پرولتاریا سرمایه دار رو هم از سرمایه نجات خواهد داد. اینجا این ماجرا پیش میاد که بعضی از آدم ها اسیر سرمایه شونن به این معنا که هیچ وقت نمیتونن دیگه این سرمایه طریقیت نداره برای خرج کردن، خود زیاد شدن سرمایه برشون هدف میشه، موضوعیت پیدا میکنه. خب یه سلبریتی که این میشه برای که در واقع خود زیاد شدن فالوورها، زیاد شدن مقلدین، زیاد شدن مخاطبین براش ارزش هست، این خودش ذاتاً براش ارزشمنده، اون وقت در واقع هیچ خط قرمزی بر این ماجرا نداره، هرچی که مردم دارن میخرن خوبه دیگه. اما روشنفکر به تعبیر که فهم من از مقاله آقای بهبهانی بود این بود که نه، این سرمایه رو جمع میکنه اما برای هدف متعالی تری، هدفش آگاه سازی است. بنابراین هر جا که برای آگاه سازی مردم لازم بشه این سرمایه رو خرج بکنه خرج میکنه، یعنی یک رأی میده که یه دفعه ممکنه که نیمی از مخاطبینش به خاطر این رأی ولش کنن برن. و در نتیجه این میشه اون بحثی که من فهم کردم از صحبت ایشون که سلبریتی انتحاری است. و خب من چند سال پیش یک یادداشتی نوشته بودم راجع به در واقع آرکیتایپ روشنفکران که توی سایتم هم هست هنوز، که بر مبنای اون تیپ شناسی سفر قهرمانی کارول پیرسون من ارزیابی کردم که کسی که بخواد کار روشنفکری بکنه بر مبنای این ویژگی ها که روشنفکر باید هم دغدغه حقیقت داشته باشه، هم مقید به نقد باشه و هم قرار با توده مردم صحبت کنه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه. دیدم یه آدمی که اکادمیسیانه یا کار تولید علم میکنه یا در فضای حرفه‌ای صحبت میکنه، همین که اون کاراکتر خردمند رو داشته باشه، حالا طبق گفتمان کارول پیرسون آرکیتایپ خردمند رو داشته باشه این کافی است. ولی روشنفکر از یک طرف باید آرکیتایپ خردمند رو داشته باشه، از یک طرف باید آرکیتایپ دلغک رو داشته باشه، به معنی کسی که میتونه شیرین بکنه، نه معنی دلغک به معنی کسی که مسخره بازی می‌کنه، کسی که میتونه شیرین بکنه، کسی میتونه ساده بکنه، کسی میتونه قصه بگه، کسی میتونه مردم رو جذب بکنه، هم باید آرکیتایپ جنگجو رو داشته باشه. چون شما هر تولید علمی در فضای دانشگاهی صورت بگیره کسی نمیاد مثلا شما رو مثلا احضار بکنه به جایی، اما زمانی که این روشنگری شما از اون حوزه کاملا محدود گفتمان فنی و آکادمیک خارج بشه به نهادهای قدرت برمیخوره، حالا اون نهاد قدرت میتونه حتی توده مردم باشه، یعنی لزوما همیشه وقتی راجع به نهاد قدرت صحبت میکنیم منظور اون کسی نیست که حکم اعدام میتونه امضا کنه، حتی توده مردمی که به نظر میاد که به عنوان فرد قدرت نیستن ولی به عنوان جمع یک قدرت یا وزنه بسیار مهم هستن. خب این کسی که قرار باشه کار روشنگری بکنه باید آمادگی این رو هم داشته باشه که به این شکل وارد یک فضای نبرد بشه، که خودتون اول در نقل قول از گفتگوتون با آقای بهبهانی گفتید که در این جنگ یه چیزی شبیه جنگ یا نبرد یا همچین رو به کار بردید. خب این میشه این آدمی، باید یه آدمی باشه که آمادگی داشته باشه که در واقع توی جنگ آدم زخم میخوره، توی جنگ شکست داره، جنگ همش پیروزی نیست. همیشه این مثال رو میزنم راجع به یک جنگجو از کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز که شروع کتاب 100 سال تنهایی میگه که سرهنگ اورلیانو با اندیا موقعی که در مقابل جوخه اعدام قرار گرفته بود، سرهنگ اورلیانو با اندیایی که در 70 جنگ خونین شرکت کرده و در همه آنها شکست خورده بود، حالا که در مقابل جوخه اعدام قرار گرفته بود داشت خاطرات کودکیش رو مرور میکرد. این در واقع تمثیل قشنگی که مارکز به کار میبره راجع به جنگجوی اصلی داستانش که سرهنگ اورلیانو با اندیاست که 70 جنگ خونین شکست خورده بود، این نشون میده که خب کسی که آرکیتایپ یا کاراکتر جنگجو داره در واقع نمیره که حتما پیروز بشه، میره در یه فضایی که پیروزی توش هست، شکست توش هست و قربانی شدن، قربانی دادن هم توش هست. و در نتیجه این نقش چندگانه روشنفکری مثل واقعا یه بندبازی میمونه که از یه طرف باید
خردمند بودنش رو حفظ بکنه، یعنی مرتب باید به شکلی جدی مطالعه بکنه و نقد بکنه، از یه طرف باید بتونه ارتباطش رو با مردم برقرار کنه و از یه طرف آماده دادن هزینه های سنگین باشه. خب این نقش سنگینیه دیگه، وقتی شما بار سنگین برمیداری احتمال لغزیدن بیشتر میشه از وقتی که بار سبک یک دستی هم دست بسه. بنابراین اساسا کار خطرناک محسوب میشه. پس اون در واقع کاراکتر یا آرکیتایپ جنگجو اینجاست که خطر کردن چیزی نیست که بشه بشکلی افراطی ازش پرهیز کنه و اجتناب کنه. آقای دکتر، به عنوان سوال آخر، ببینید به قول مولانا میگه صد هزاران دامدان است ای خدا ما چو مرغان حریص بی‌نوا. فضای مجازی و تلویزیونی شدن همه سرمایه های اجتماعی رو میتونه بدون اینکه حدی داشته باشه بیاره. شهرت، حالا بغیر از شهرت میتونه بیاره، پول میتونه بیاره، محبوبیت میتونه بیاره. عرضم به خدمت شما، خب این واقعا شیراهن کوفردی میخواد که در برابر این جذابیت ها مقاومت کنه و اگرم بخواد که دائما این سلبریتی شدنش رو ادامه بده، ادامه بده روشن فکر به این ورده این نقطه که با مجبور اون چیزی رو که مردم میخوان روشون بده تا هیک سلبریتر بشه، سلبریتر شدن احتضاش اینه دیگه. به نظر شما دقیقا شبه روانشناختیه، آیا واقعا شیراهن کوفردی میخواد که در برابر این بتونه باید یا اساسا همچین چیزی شاد مسئله روشن فکر نشه؟ چون نمونهش هست، حالا باز اگر بخوایم ببریم شاکی خصوصی پیدا میکنیم، ولی هست نمونه ای که در این دام افتادن و خب الان شاید مباحثی که مطرح میشه هیچ ارزشی برای جوامع آکادمی که نه، یعنی اصلا هیچ اعتبار علمی خیلی فسفودی و در دستیه بحث ها و مشخصه که فقط به اقتضای سلبریتی بودن این صحبت ها داره زده شه. به نظر شما چجور سنخ روانی خاصی میخواد روشن فکری که بتونه در برابر این جذابیت ها مقاومت کنه، یا اساسا سنخار روشن فکری متناقض با جذب شدن به همچین دامی هست؟ ولی یه موقع استاد ملکی هم میفهمودن که روشنفکر هم میتونه در واقع در عربی منور الفکر باشه، هم میتونه منور الفکر باشه. حالا اون در اون جلسه توضیح میدادن که مثلا اون موقعی که روشن فکری رو کانت تعریف کرد بیشتر منور الفکری مد نظرش بود، ولی بعدا وقتی که امثال مثلا حالا اسم الان یادم نیست، امثال فلانی مثلا در فرانسه روشن فکر رو مطرح کرد به عنوان دیگه مثل ولتر، حالا مثلا اونجا دیگه منور الفکر شد، یعنی اسم فاعل بود، من قراره دیگران رو روشن بکنم، من قراره خودم روشن بشم. من فکر میکنم خب این دوتا اتفاقا یه طیفه، یعنی به جای این یا آن یه این و آن وجود داره. یعنی در کار روشن فکری فرد اول باید منور الفکر بشه و بعد به سمت منور الفکری بیاد، یعنی اینکه در واقع ذهن خودش ذهن حقیقت طلب پویا و نقادی باشه و بعدن بخواد به این سمت بیاد که حالا من میخوام به دیگران این در واقع عرض کنم که اطلاعات و دانش رو بدم. اگر اینها درست اتفاق نیفته، یعنی یکی فکر کنه میخواد منور الفکر بشه قبل از اینکه منور الفکر بشه، یعنی هنوز خودش بر مبنای عقاید عرفی و عادتی داره فکر میکنه اما میخواد دیگران رو مثلا روشنگری کنه براشون، خب طبعا دیگه این همونیه که شما میفرمایید دیگه، یعنی چون نقد در درون خودش نیست، خودش رو نقد نمیکنه، خودش گفتمان خودش رو نقد نمیکنه، بعد آرام آرام میشه همونی که مردم دوست دارن چی بگی، خب همینه بگو، بعدم یه توجیه اخلاقی میکنن که مشتری خودش بهتر میدونه چی به دردش میخوره، مگه ما مثلا در کجا نشستیم که ما بگیم چی به دردت میخوره، اون میگه این به دردم میخوره، ما هم همونو بهش میدیم. اما اگر اون منور الفکر شدن اتفاق بیفته، بعد این منور الفکر شدن اتفاق بیفته، یعنی خود فرد دغدغه حقیقت جویی داشته باشه و تفکر نقادش چنان باشه که فقط دیگران رو نقد نکنه بلکه خودش رو هم نقد بکنه، خب اون وقت قاعدتا این تیف اگر درست پیش بره این اتفاقی که شما میگید ممکنه نیفته. ولی در این حال ببینید مسائل انسانی صرفا مسائل عقلانی که نیست، انسان یک موجودی ریستی
روانی اجتماعی. بنابراین من چاله چوله هایی که از دوران کودکستانم هم داشته باشم ممکنه زمانی که من به حدی از قدرت برسم خودش رو نشون بده، مثل یک مثلا در واقع یه آدمی که یه ضعف جسمانی داره تا موقعی که بار 5 کیلوی بلند میکنه معلوم نمیشه که یه ضعفی در دیسک بین مهره‌ایش داره، بار 15 کیلویی که بلند میکنه یه دفعه تیر میکشه. از نظر روانی هم چنین چیزی وجود داره، یعنی آدمی یک مثلا احساس حقارتی داره اما در حد اینه که این آدم مثلا یک گروه 100 نفره براش دست بزنن این احساس حقارت نمیره توی مکانیسم دفاعی وارونه سازی و تبدیل بشه به یک منم گنده یا یک خودشیفتگی، اما وقتی 100 هزار نفر براش دست بزنن همین آدم میبینید به تعبیر خودمونی قاطی میکنه دیگه. چرا؟ برای اینکه اون ضعف روانیش حالا این بار شدید و سنگین روانی که بعد هضم کنیم ماجرا روش فشار میاره. بنابراین آره هر چی که شما در شهرت، قدرت، ثروت بالاتر برین در واقع اون مثل ماشینی مونه که سرعتش زیاد میشه، حالا ضعف ترمزش خودشو بیشتر نشون میده، در نتیجه بله اینم وجود داره. یعنی در واقع راه حلش هم این هست که ما هم دیگه رو همش نقد بکنیم دیگه، کسی رو به خودش واگذار نکنیم، بگیم خب خودت منور الفکر بودی، حالا منور الفکر هم شدی، روانکاوی هم دو دوره شدی، بنابراین تو دیگه الان آدم سالم عاقل بالغ با تعبیر مثلا کانتی و اریک برنی و همه چیز سالم و عاقل و بالغ، دیگه برو به امید خدا. نه اینجوری نیست، واقعا ما باید هم دیگه رو نقد بکنیم. یه بار من یک یادداشت خیلی ساده سازی شده ای نوشته بودم راجع به که توش یک اشاره‌ای به هگل کرده بودم که شما بلافاصله به من زنگ زدید، فکر می‌کنم ماجرای 6 سال پیش، به من گفتید در حق هگل بی‌انصافی کردی در این یادداشت. که خب این تلنگر شما باعث شد که من دوباره برم یه بازخوانی بکنم و ببینم که خب من از کجا این دیتا رو درآوردم که در واقع شما که از من بیشتر هگل خوندید، به نظرتون اومد که این بی‌انصافی بود در حق هگل. اگر ما به هم دیگه تلنگر نزنیم، هر کی به خودش واگذار بشه، به عقلانیت و سلامت خودش واگذار بشه، اون وقت در واقع خب میلغزه. بنابراین همونطور که در حرفه‌های مختلف این وجود داره دیگه، جراح به تنهایی که نمیتونه جراح باشه، که متخصص بیهوشی بغل دستش نباشه، تکنیسیان اتاق عمل بغل دستش نباشه، پرستار بغل دستش نباشه، نمیشه. بنابراین اتاق عمل یک مجموعه است، نه یه آدم. روشن فکری هم یک گفتمانه، یک نهاده که ما باید هم دیگه رو هی در واقع کمک بکنیم در جهت این فرایند روشن فکری. اگر نگه یه نفر بشین آدم روشن فکره، مثل آدمی که مثلا مدرک تحصیلی پزشکی میگیره، یا آدمی هم مدرک اجتماعی روشن فکری بهش بدیم و ببین خب این که روشن فکره دیگه، همون میشه که در واقع بیش از یه حدی که یه آدمی روانی میتواند بار رو دوشش باشه. از حیث هزینه اجتماعی هم همینطور، شما میره یک روشن فکری یه یادداشت مینویسه بعد مثلا میره زندان، یه روشن فکری یه شعر میگه میره زندان، داریم دیگه نمونه هاش رو. خب اگر اجتماع یعنی جمع روشنگران و روشن فکران یک واکنشی نشون نده، بار اجتماعی که روی دوش این آدم گذاشته میشه خیلی بار زیادیه. خب طبیعیه، یعنی همیشه فقط این نیست که کف زدن ها و لایک گرفتن ها و فالوئر هاست که یه آدمو ممکنه باعث بشه که بشکنه، اون برای قضیه هم هست دیگه. یعنی اگه از یه حدی بیشتر از فشارهای اقتصادی، قضایی، سیاسی، اجتماعی روی یه آدمی بیاد، خب اون آدم تا کجا میتونه به در واقع این نقش روشنگرش ادامه بده؟ در نتیجه اگر یه نفر سخنگوی جریان روشن فکری هست، باید 10 نفر دیگه هم مثل خودش بهش نقد بگن، مثل خودش بهش ایراداشو بگن، مثل خودش ازش حمایت بکنن. بنابراین این داستان، این لغزندگی و این در واقع آسیب پذیری بله حتما هست و یه نفر هم نمیتونه خودش بگه من هوای خودم رو دارم، باید هوای همدیگه رو داشته باشیم در این ماجرا. من با اجازه کامنت ها رو باز میکنم. پس آقای دکتر میتونیم بگیم که این حرکت باید اتفاق بیفته، ولی خب آسیب هایی هم هست که بالاخره مثل هر چیزی که یک ساید افکتی داره، این هم بالاخره یک عوارض جانبی وجود داره که باید اونا رو بپذیریم و در کمتر کردنش رو تلاش بکنیم. بله اونا رو باید در واقع بدونیم و
و به اونها هم آگاه باشیم. مثل اینکه مثلا ما دارو هم که میدیم ساید افکتش رو میدونیم دیگه. در نتیجه اگه یه آدمی آمد گفت که مثلا من هالوپیریدول میخورم گردنم گرفته، ما میدونیم این کدوم عارضه هالوپیریدول رو، حالا باید بهش پیریدین بدیم. این داستان هم اینجوریه دیگه، یعنی ما باید آسیب ها رو بشناسیم، بعد بر اون آسیب ها هم باید دوایی پیدا کنیم. مثل همینی که عرض کردم خدمتتون که باید مرتب به هم دیگه تلنگر بزنیم و تذکر بدیم و حمایت بکنیم، اینا میشه در واقع اون راه حلی برای اون آسیب ها. بعد دکتر پرسیدن، نمیدونم خودتون میخونید حالا ممکنه که شما بخونید تا من بیکیو پیدا کنم. بله بفرمایید. اینجا مثلا حالا داشتن مدرک و گواهی چند ساعت کارگاه آموزشی در یکی از شاخه‌های روانشناسی لزوما آن فرد را متخصص در این حوزه بدانیم با یا این شخص میتواند خارج از حوزه آموزشی راجع به مسائل احتمالا صحبت کنند؟ منظور شما در بقیهش رو ننوشتن. منظورشون اینه که با چند ساعت کارگاه آموزشی و از زمان خدمت شما مدرک گرفتن کسی کار روانشناسی میتونه انجام بده؟ ببینید یه موقع هست که ما داریم راجع به یک آرمان‌های غایی صحبت می‌کنیم، یه موقع هست که داریم راجع به قرارداد اجتماعی صحبت می‌کنیم. وقتی ما یه قرارداد اجتماعی داریم، یعنی این که قرار کردیم که کسی، مثلا من که قرار نکردم ولی همون نهادی که مثلا به عنوان سازمان نظام روانشناسی روانشناسا عضو بشن و در رأی‌گیری شرکت کنن، اگر مثلا قرار کرده که شما اگر دو تا مدرک تحصیلی روانشناسی و مشاوره داشته باشید، اینقدر ساعت هم کارگاه برید، اینقدر ساعت هم تحت نظر یک کسی کار کرده باشید، حالا به شما مجوز مذهب میدیم، این به این معناست که این آدم از لحاظ حقوقی و بر مبنای قرارداد اجتماعی میتواند این حرفه رو داشته باشه. حالا اگر شما بگید این آدم یعنی مثلا روانکاو شد دیگه، خب بر اساس قرارداد اجتماعی بله روانکاو شد دیگه، اما اگر بر مبنای یه قایت یوتوپیای روانکاو، یعنی کسی که خودآگاهی داشته باشد به همه در واقع زخم ها و عقده ها و تجربه های عاطفی و گیر و گورهای خودش، حالا به این معنا مثلا ما روانکاو رو بخوایم تعریف بکنیم، خب اون وقت میگه که در واقع علی میمونه حوزش دیگه، یه همچین داستانی میشه دیگه. در نتیجه آره، چون قرارداد اجتماعی نه، حالا این موقع شما میگه این قرارداد اجتماعی نبوده، یعنی یه آدم هایی مثلا با یه سری رانت ها یا یه سری بالاخره سرکوب هایی آمدن سخنگوی اجتماع شدن، در حالی که اونها وکالت جمع رو ندارن. خب اون وقت ما قرار است اون قرارداد اجتماعی رو نقد بکنیم. هر وقت قرارداد اجتماعی رو نقد کردیم و تلاش کردیم و اصلاحش کردیم، اون وقت اون قرارداد اجتماعی جدید میشه. حالا تعریف حرفه‌ای این که چه کسی میتواند به نظرم کار روانشناسی انجام بده. بعد یه دوستی هم راجع به در واقع مود شدن درمان اگزیستنشیال پرسیدن، من خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید اولا که خب جریان تاریخی گفتمان اگزیستنشیالیسم در جریان بسیار غنی هست که حالا آدم‌های بسیار مهمی در تاریخ فلسفه، عرض کنم که نیچه و هایدگر و سارتر و یاسپرز و کیرکگارد و اینا همه در این حوزه در واقع کار فکری کردن. حالا این جریان زمانی که به روانشناسی هم رسید، یعنی شد روانشناسی اگزیستنشیال، خب بالاخره بر مبنای یک بستر فلسفی، یک بستر گفتمانی شکل گرفت. حالا چیزی که در جامعه ما و شاید خیلی از جامعه های دیگه وجود داره که من نبودم که بدونم، این هست که ما یک جریان تاریخی رو میایم آخرین میوه‌ش رو میچینیم و فکر میکنیم ما صاحب اون هستیم، یعنی بدون اینکه چالش های بین مثلا اگزیستنشیالیسم کیرکگارد و اگزیستنشیالیسم مثلا به تعبیر نیچه رو بدونیم، چالش های بین اگزیستنشیال های سکولار و اگزیستنشیال های اسپریچوال یا در واقع مذهبی رو بدونیم، بدون این ما فقط آمدیم و در واقع از کتاب های یالوم اگزیستنشیالیسم رو پذیرفتیم و شناختیم، خب اون میشه همون استفاده فست فودی از ماجراها که خب خیلی زیاده. من خیلی وقتا میبینم وقتی که
درس میدم برای همکارانم، وقتی که راجع به تاریخ یک جریان صحبت میکنم یا فلسفه جریان صحبت میکنم، بعضی اینقدر در واقع از همکاران و دانشان عجول هستن که پیامشون این هست که اینا که کاربردی نداره. یعنی در واقع دنبال اینا که به تعبیری فست فودی زود یه چیزی بره تو مایکروفر رو بیاد بیرون و من فرداش بشینم توی مطب شروع کنم باش پول در رو بردن. در حالی که خب وقتی که ما بی‌حوصله باشیم و عجول باشیم و نخواهیم تاریخ یک گفتمان رو بدونیم و بحث‌های فلسفی اون رو بدونیم و به محصول برسیم، خب حالا چه روانکاوی باشه، چه اگزیستنشیالیسم باشه، هر کدوم از اینا، چه روانشناسی مثبت‌گرا باشه، هر کدوم از اینا ما یه برداشت سطحی ازش میکنیم. در نتیجه مد شدن معمولا اینجوریه. یعنی وقتی یه چیزی مد میشه، یعنی شما میبینید مثلا امسال مثلا طرحواره درمانی مده، 3 سال پیش مثلا یون مد بوده، 6 سال پیش مثلا چه میدونم لکان مد بوده. وقتی مد وجود داره، یعنی بیشتر ماجرا بحث تبعیت و تقلید و اثرپذیری است و خب دیگه در واقع در خود سوال فکر میکنم پاسخش هم وجود داشت دیگه. بله. حالا یه سوال پرسیده بودن که این نقد ناپذیری نه فقط در لایه‌های بالای قدرت، حالا من دارم نقد رو می‌کنم، در لایه‌های پایین‌تر هم وجود داره. مثلا میگه توی خانواده همچین چیزی امکان نمیشه. خب به خاطر همون احتمالاً آرکیتایپ پدرسالاری که توی ما در خانواده وجود داره، احتمالاً این هست همچنان. و خب به نظر میرسه که هزینه هم داره، وقتی هم که شما نسبت به کسی عاطفه داری، عاطفه مثبت داری، از سوی نمیخوای که ناراحتش کنی، خب از سوی دیگه هم مثلا پدر خانواده این چنین واسش انباش شده که من رو فرزن نباید نقد کنه. به نظر شما این پارادوکس رو چجوری میشه هر کس و جواب این دوستمونم داده باشیم؟ خب ببینید، اولا که تفکر نقاد یکی از مهارت‌های مهم زندگی، جز اون مهارت‌های دهگانه که سازمان جهانی بهداشت راجع بهش صحبت کرده. اما این تنها مهارت نیست. ما مثلا مدیریت ارتباطات و مهارت رابطه بین فردی هم یکی از اینهاست. تفکر خلاق هم یکی از اونهاست. حالا اگر یه آدمی که میخواد نقد بکنه تفکر خلاق داشته باشه و مهارت مدیریت ارتباطی داشته باشه، نقد رو به گونه‌ای نمی‌کنه که حتما طرف مقابلش کهیر بزنه یا بهش بر بخوره. گاهی اوقات ما صراحت رو با گزندگی یکی می‌دونیم و در نتیجه اگر یه چیزی بگیم که طرف مثلا بهش بر بخوره یا زخم بهش بزنیم، میگیم خب حقیقت تلخه دیگه، در حالی که حقیقت لزوماً تلخ نیست. حقیقت می‌تواند به شیوه تلطیف یافته‌ای هم بیان بشه. و در نتیجه من فکر میکنم وقتی که ما صرفاً بخوایم از ابزار نقد استفاده کنیم بدونی که در کنار سایر مهارت هاست، معمولاً این اتفاق میفته که خب یا ما باید تعطیل کنیم نقد رو، یا هر نقدی منجر به مجادله و مشاجره میشه تا اینکه منجر به در واقع مفاهمه و مناظره بشه. این داستان در واقع اینجوری هست. دوستی پرسیده بودن که چگونه میشه در اتاق درمان از استعاره استفاده کرد و در این حال به تفکر نقاد هم مقید بود؟ چون به هر حال ما میدونیم که متقاعد کردن آدم ها با استعاره خودش یک مغالطه است، مغالطه استعاره. ببینید این ماجرا بستگی داره که شما اگر اخلاق فایده‌گرا هم دارید، آیا تقلیل مرارت رو اولویت بدید یا تقلیل حقیقت رو اولویت بدید. اگر کسی فکر بکنه تقلیل مرارت انسان‌ها اولویت داره با تغییر حقیقت، خب این آدم تفکر نقاد داره، اما در این حال میگه مرارت این آدم با این استعاره، با این تمثیل، با این داستان کم میشه. در نتیجه این میشه دیگه در واقع اون بحث اخلاقی بین تقلیل مرارت و تغییر حقیقت. اگر شما با اخلاق فایده‌گرا میگید من اینجا هستم که دردهای مردم رو التیام بدم، اما یه موقع هم هست که کسی از استعاره استفاده میکنه برای اینکه در واقع به مردم صدمه بزنه، یعنی چنین نیست که میخواد دردی آدمی رو کم بکنه. فکر میکنه که از من از درمان رو تشبیه کنم به باستان شناسی روانی، حالا میتونم بگم ببین مثل یک ساختمان زیر خاکی که ما باید آرام آرام خاک برداری کنیم،
این درمان تو هم مثل اون میمونه و تو باید 3 سال 4 سال 5 سال بیاد من هی لایه لایه با این ویلچه خاک بردارم تا بتونیم اون ساختمونی که اون زیر پنهان شده در بیاریم. خب اگر من دارم از مقالطه استعاره استفاده میکنم برای اینکه من خوب بفروشم و یه آدمی رو 4 سال بکشونم برای درمان، خب اون ماجرا در واقع دیگه غیر اخلاقیه. اما اگر من بر مبنای اولویت دادن تقلیل مرارت بر تقلیل حقیقت دارم از استعاره استفاده میکنم برای اینکه متقاعدش بکنم به مسیری که در واقع آرامش اون آدم و التیام اون آدم توش وجود داره، خب این دیگه ممکنه خودش یک اولویت اخلاقی باشه که البته استاد ملکیان در فصل اول کتاب راهی به رهاییشون توضیحاتی میدن و استدلالهایی میکنن که در واقع ثابت کننده این هست که تقلیل حقیقت اولاست و تقلیل مرارت وقتی این دوتا در دو راهی قرار بگیره. اما خب به هر حال نظریه پردازانی هم هستن که تقلیل مرارت رو اولا میدونن. این هم از این سوال. اینجا یه بحثی هم بر سر مارکسیسم کمونیسم در گرفته نمیدونم کامنتی دادن که ما کمونیست و سوسیالیست و رسیم و به ونزوئلا و کره شمالی بریم و سیویل استالینی گفتن ها بخاطر سیویل شما. من آخه فکر میکردم که مگه ما چیزی گفتیم، من فقط یه نقل قولی از مارکس کردم فکر میکنم که در کنارش نقل قول از خیلی ها کردم، فکر کنم که از متشرعین هم نقل قول آورده باشم. در نتیجه بله سبیل شما با یه نقل قول از مارکس که کنار هم گذاشته شده قرار مار بفرستن کره شمالی. مگه کره شمالی مارکسیسته؟ واقعا عجیبه که دوستی فکر بکنن که کره شمالی یک نظام مارکسیستی یا کمونیستی توش حاکمه، یک استبداد شرقی در کره شمالی حاکمه، یا در ونزوئلا فکر کنیم سوسیالیسم حاکمه، یک مافیای در واقع آمریکای جنوبی اونجا وجود داره. در نتیجه نمیدونم اگر یه آدمی لباس قرمز بپوشه یا پرچم قرمز برداره قرار باشه اسمش بذاریم سوسیالیست، همون جوری که حالا ممکنه به خاطر پرچم چین رو بگیم کمونیست و کره شمالی رو بگیم کمونیست، همون جوری هم ممکنه پس حزب جمهوری خواه آمریکا که نمادش رنگ قرمزه پس بعد این کمونیست. یه ذره به نظر میاد که این برداشت، هم این برداشت این که در واقع بر اساس سبیل تشخیص بذاریم در راجع به نظریه ها و گرایشات، هم این برداشتی که حالا ونزوئلا یا کره شمالی در واقع محصول مارکسیسم هست، هر دو این برداشته به نظر من برداشته عجولانه ای هست. کاملا حالا تو میگه دقیقا الان حالا شما استعاره بندبازی کار روشن فکر فرمودید، واقعا حقیقت طلبی الان همین وضعیت شده که به غیر از اون بحث ابتذالی که وجود داره به لحاظ مشخصا بحثای سیاسی عرض میکنم، انگار یک سو شما توی بازی های باید با فرشگردی ها و نمیدونم اون سلطنت طلب ها و اپوزیسیون خارج از کشور و اینها ببندید، یا عرضم به خدمت شما با نیروهایی که توی داخل کشور وجود داره و بخواید که یک جایی وایستید که صحبت خودتون رو داشته باشید، یا به لیبرالیست و همه اینام هر کدوم از این سو به عنوان پشت بگانیدن. خب کسی که لیبرالیست باشه، کسی که کمونیست باشه یا سوسیالیست باشه، ذاتاً که این یک رذیلتی نیست و اینجا حالا اون توی عمل چیزی انجام میده و اینها واقعا نشون میده آی دکتر که دقیقاً همین که ما آهنگ زدن ها و یا که چقدر کار نیاز داریم، به کار روشنفکری نیاز داریم، که با یک آهنگ زدن نمیتونیم ما کسی رو متهم بکنیم که حالا تو فلان هستی یا نیستی یا اصلا اون رو از اعتبار ساقط کنیم. اگر اینکه صحبتی درست هست، خب شما نقدی دارید و نقدتون رو کاملا متدولوژیک و کاملا با یک منطق بیان کنید، نه اینکه فقط بخواییم یک انگی بزنیم. خب ببخشید من اینم پس یه توضیح بدم. برای همین در ابتدای صحبتم من کلی بحث راجع به این مطرح کردم که ما به چی میخواییم بگیم روانشناسی زرد، با حاصل که بعد روانشناسی زرد هم با تبدیل به یک برچسب و یه انگی نشه که مثل انگ که توده‌ای ها میذاشتن روی مخالفینشون میگفتن لیبرالیست، حالا یه عده‌ای میذارن روی مخالفینشون میگن چنین. روانشناسی زرد هم این ماجرا براش پیش نردی که دوستان گفتن یه نمونه موفق از یک جامعه
در واقع کمونیست صحبت کنید. اگر شما نظریات مارکس رو بخونید میبینید که طبق دیدگاه تاریخی مارکس هنوز زمانه در واقع جامعه سوسیالیستی فرا نرسیده. در اون نظریه مارکس توضیح میده که یک اتفاقاتی باید در جامعه صنعتی بیفته و رشد صنعتی شدن به جای خاصی که رسید اون موقع بستر اون سوسیالیسم فراهمه. بنابراین بله طبیعتا هر چیزی که در شما در خارج از زمانش به کار ببرید ناکامه. اگر یک مذهب مربوط به عصر دامپروری رو در عصر صنعت به کار ببرید هم ناکامه. اگر یک ایده‌ای که راجع به پس از صنعتی شدن صحبت میکنه یا پس از سرمایه‌داری صحبت میکنم زمانی که هنوز در دورانی که سرمایه‌داری داره جواب میده به کار ببرید ناکامه. بنابراین در زمان نامناسب محقق شدن بسیاری از این ایده ها دلیلی بر غلط بودن اونها نیست. یعنی در واقع مثل این میمونه که یه آدمی یه دارو رو برای بیماری که به دردش نخوره و مسئلش این نباشه تجویز بکنه، خب این وقت کاربرد اون دارو در جای اشتباه منجر به این نباید بشه که به این دارو رو کلا بعد بندازیم توی آشغال. به نظرم یک در واقع برداشت این چنینی صورت گرفته. بله بله. یه سوال دیگه ای که مطرح شده دکتر که گفتن چجوری میشه از وقتی که میخوان حالا احتمالا منظور شما کار آوانگاردی انجام بدید، عرضم خدمت شما اینقدر حجمه های از منتقدانه میاد اینقدر نقد میشه، چجوری میشه از ترومای روانی این نقد کم کرد و بتونی که این کاری رو که فکر میکنه درسته انجام داد؟ خب بازم برمیگردم به همون بحث مهارت‌ها دیگه. یعنی یکی از مهارت‌های ما هم از اون مهارت‌های دهگانه مهارت مدیریت استرس و مدیریت هیجانه. حالا حراری در کتاب 21 درس برای قرن 21مش می‌نویسه که من در روز یک ساعت مدیتیشن می‌کنم تا بتونم در طول ساعت کاری منظم و منضبط کار کنم. خب حالا مدیتیشن، ریلکسیشن اینا جزء مهارت‌های مدیریت استرس و مدیریت هیجان. در نتیجه حالا اینکه من بگیم چه جوری با این فشارها، استرس‌ها، تروماها، حمله‌ها باید کنار بیایم میشه مهارت مدیریت هیجان و مدیریت استرس. حالا گاهی اوقات با ریلکسیشن و مدیتیشن جواب میده، گاهی اوقات اشکالی نداره اگر 20 میلی گرم سیتالوپرام بخوریم که بتونیم به وظیفمون عمل بکنیم. من سوالایی که اینجا نوشته بودم دکتر اونایی که به چشمم اومد هر چیزی بود و نشانی که نوشته بودم صرفا شما گفتم اگر شما چیزی دیدید که مهم بود. آها یک سوالی کرده بودم نسبت عرفان و روانشناسی زردای دکتر و اشاره به یک کتابی کرده بودن که تا کتاب ملت احساس چاپ پنجام هم فراتر رفته و خب این هم واقعا وجود داره، مثلا توی مثنوی معنوی یا هر عارف دیگه ای که قابل بررسی باشه دکتر میدونید که هزاران چیز وجود داره، چیزهایی که خیلی هاش زمخته، خیلی هاش هم همون شلاق زدنه، ولی خب توی بحثای روانشناسی در اون پکیج رو که به دردشون میخوره رو انتخاب میکنن و بولدش میکنن و اون پکیجی که میخوان بفروشن انجام میدن. به نظر شما کلا ماهیت عرفان میتونه در خدمت این باشه یا نه با صحبت من موافقید که یک جاهایش رو برمیدارن و به کشکول خودشون میذارن از اون استفاده میکنن؟ بله اولا هر دوی ایناست. یعنی بجن که فرمودید این باشه یا اون، به نظر من هر دوی ایناست. یعنی از یه طرف ما یک در واقع برداشت شترمرغی از پدیده ها داریم که میگن که به شتر گفتن که تخم بذار گفت من شترم، به شترمرغ گفتن تخم بذار گفت من شترم، گفتن مثلا چه پرواز کن گفت من شترم، گفتن که حالا پس بار ببر گفت من مرغم. حالا برداشت شترمرغی ما در خیلی جاهای برداشت شترمرغی رو داریم. مثلا در عرفان مولانا تأکید بسیار زیادی روی امساک و قناعت و ریاضت هست. بعد اگر ما حالا فکر بکنیم که بلند میشیم میریم قونی زیارت مولانا ولی در یک سفر لاکچری، خب این همون در واقع عرفان شترمرغیه دیگه که از عرفان مولانا دف و سماع و غزل مولانا رو برداریم اما امساک و قناعت مولانا رو بر نداریم. خب این دیگه در رابطه با همه چیز میتونه این اتفاق بیفته. اما درباره اینکه اساساً گفتمان عرفانی به عنوان یک گفتمان در
روان درمانی، خب همونجور که خدمتتون اول بحث گفتم، ما موجهای تاریخی زیادی در روان درمانی داریم، بنابراین موجهای معنویتگرا هم در روان درمانی داریم. حالا چه معنا درمانی فرانکلی، چه روانشناسی تحلیلی یونگی، چه دیدگاه مازلو، چه دیدگاه حالا مجموعاً ترانسپرسونال سایکولوژی، این گفتمان خیلی گفته به گفتمان عرفانی شباهت داره. اگر کسی بنابراین جایگاه خودش رو تعیین بکنه، بگه من یک روانشناسی با گفتمان علمی نیستم، من جزء جریانی از روانشناسی هستم که گفتمان عرفانی رو به جای گفتمان علمی برگزیدم، یعنی صادقانه این رو بگه که خب به هر حال این هم در جریان تاریخی روانشناسی که به تعبیر توماس کوان پری پارادایماتیکه، این هم یکی از پارادایم های موازی است که وجود داره. در نتیجه عرض کنم خدمتتون که فکر کنم پاسخو دادم دیگه، نه؟ بله. اگر صحبتی هست مرسی. یه دوستی گفتن که اونجا که من گفتم که در واقع در تئوری مارکسیسم مثلا زمان مارکسیسم و مکان مارکسیسم تحقیق در اتحاد جماهیر در روسیه قرن ابتدای قرن بیستم نبود و اصلا شما در کره شمالی هم مارکسیست کمونیست رو نمیبینی، یکی از دوستان گفتن دقیقا مسلمان ها همین رو میگن. اگر مسلمان ها بگن که بستر تاریخی و اجتماعی مناسب برای حکومت دینی بستر اینجا نیست، بستریست که حالا یا قبلا فراهم بود الان فراهم نیست، یا اینکه هنوز فراهم نشده، که خب حرفشون رو میشه جدی گرفت. اما اگر یه کسی بگه که نه همین بستر ماست که بستر مناسبه، اما اینکه جواب نداده تقصیر منه، تقصیر شماست، خب این خیلی فرق میکنه. تا اینکه من بگم که زمانی امکان تحقق جامعه سوسیالیستی واقعی وجود داره که ما به نهایت در واقع دستاوردهای جامعه صنعتی برسیم، که اون زمان تازه شروع زمانی است که میشه راجع به گفتمان جامعه اقتصاد در واقع سوسیالیستی کمونیستی فکر کرد. به نظر میاد این دو تا با هم متفاوته. نمیدونم چرا اینقدر در واقع سیبیل شما نمیدونم چرا اینقدر کارایی داشت. این خودش خیلی مسئله مهمی، اینقدر کارایی داشت که از مجموعه صحبت‌های ما بخش زیادی از دوستان رفتن سراغ بحث راجع به سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم و بعد تناسب ارتباطش با مثلا حکومت دینی و غیره. این نشون میده که بنابراین آره خیلی این ماجراها در واقع در نشان شناسی و نماد شناسی میشه تفسیر کرد، که بعضی نمادها انقدر انگار برای آدم‌ها یک مسیر در واقع jumping to conclusionی فراهم میکنه که اساسا دیگه انگار کل بحثای ما اینجا و موضوع کلی بحثای ما اینجا برای تعدادی از دوستان کلا نادیده گرفته شد. انقدر تو اینو تکرار کردن بین که اینجا مثلا مباحث داره اتحادی بین چپ و شیعه میشه، که من یک فاند خودم باشه دکتر شریعتی از اینجا داره ابوذر به عنوان اولین سوسیالیست تاریخ رو داره میگه. من اینقدر بحثای ما خیلی به این همچین چیزی اشاره نداشت و نمیدونم حالا چرا اونم برداشت میکردن. خب ایشون هم نظری داشتن. فقط تنها نکته‌ای که هست آقای دکتر، دقیقا من الان به صحبت شما رسیدم، اولی که میخواستیم تایتل انتخاب کنیم برای این بحث، شما تایتلی که من اول گفته بودم و افتاش کردید درست کردید، گفتید عنوان یک جوری باشه که همه بتونن بیان توی این بحث شرکت کنن و قرار نیست که ما اونا جوان بیه هم دل از بردشینی با هم دیگه به قول عروف پاس بدیم و آبشار بزنیم و دقیقا اینجا مطرح میشه. ولی خب امیدوارم که از این ظرفیت های گفتگویی که وجود داره، من همیشه وجودی که خودم شاگرد شما میتونم از بارها کردن استفاده بردم، خب پیش اومده که دردی هم بوده، من نشستم با یه زرتابم و ایمیل کردم به شما و شما هم چقدر از هم خدا شما یا پذیرفتید یا جواب من رو دادید که مثلا اینجا من دارم اشتباه میکنم. این فاز گفتگویی که شما آقای دکتر راه انداختید و همیشه هم گشوده هستید نسبت به نقد و پاسخگو هستید، به نظرم بهترین کاریه که
کار روشنفکری که شما فارغ از جمعیت روانپزشکیتون، پژوهشگری روانشناسی یا فلسفه دارید انجام میدید و واقعا من سپاسگزار هستم به شخص شما. ممنون، منم همچنین. مرسی، ممنونم. سلامت باشید. دوستان عزیزی هم که بودن و تا آخر بحث موندن، خیلی ممنون از دوستان که حوصله کردید. و این توی صفحه اینستاگرام شما ضبط میشه دیگه، به صورت آی جی تی وی میمونه. من به زودی هم در اختیار شما قرار میدم که در کانال یا هر جای دیگه که ممنون. دستتون در نکنه. خدا نگهدار. سلامت باشید.